عرض سلام خدمت دوستان عزیز مارکت نیوی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ویدیوی امروز سومین و آخرین ویدیویی هستش که در زمینه نقش فدرال رزرو توی آمریکا و در واقع کارکردی که بعد از مارکت کرش توی آمریکا داشته میخوایم صحبت بکنیم. امروز میخوایم در مورد مارکت کرشی که توی 29 سپتامبر سال 2008 اتفاق افتاد و همراه خودش گریت ریسیشن رو داشت حرف بزنیم. از مهمترین عواملی که در اتفاق افتادن این مارکت کرش تاثیر داشت رشد هاوسینگ مارکت توی آمریکا بود. در واقع توی همه جا قیمت خونه ها بسیار بالا رفته بود و مردم، بانک ها، شرکت های اینوستمنت به دنبال این بودن که از این وضعیتی که اتفاق افتاده بالاترین سودبری رو داشته باشن. بنابراین مردم عادی به دنبال این بودن که وام بگیرن یا خونه هایی رو که دارن چون قیمتش بالاتر رفته رو ریفایننس بکنن و پول بیشتری دستشون بیاد. از طرفی بانک ها هم سعی بر این داشتن که تا جایی که امکانش هست در واقع از اون پولی که دارن بدون توجه به اینکه حالا چقدر دارن ریسک میکنن این پول رو به عنوان مورگیج در اختیار مردم قرار بدن. بنابراین در این پروسه بانک ها خیلی ریکوایرمنت هایی رو که لازم هست هر فردی برای گرفتن وام داشته باشه رو خیلی بهش توجه نمیکردن که مثلا یک فرد چقدر اسید داره به عنوان بکاپ در واقع وامی که داره از بانک دریافت میکنه. استفاده از مورگیج بک سکیوریتی ها خیلی رواج بیشتری پیدا کرده بود و در واقع سکیوریتی ها یا میوچوال فاند های همش داشت ایجاد میشد که بر اساس وامی بود که مورگیج هایی بود که به مردم داده شده. بنابراین بانک ها وقتی که مورگیج رو به مردم میدادن یک بخشی از وام ها رو به صورت یک باندل در می آوردن و به اینوستمنت کمپانی ها در اختیار اینوستمنت کمپانی ها قرار میدادن. و چون بانک وضعیتش اینجوری بود که به این فکر نمی کرد که در آینده این فردی که ازش وام رو گرفته باید وام رو به خود بانک پرداخت بکنه، اگر قرار بود که اینجوری باشه خب بانک به این فکر میکرد این فرد چقدر توانایی باز پرداخت این وام من رو داره. وقتی که قرار بود این رو به صورت یک باندل سکیوریتی در بیاره و در اختیار یک شرکت اینوستمنت دیگه قرار بده بدون توجه به ریسک فقط به دادن وام به افراد مختلف در واقع اقدام میکردن. مورگیج بروکرها هم خب مردم رو تشویق میکردن که بیاین از این وضعیتی که ایجاد شده استفاده بکنیم. کسایی که مثلا بد کردیت بودن یا پول در واقع اون اینیشیال اولیه‌ای که برای خرید خونه باید داشته باشن رو نداشتن، بهشون گفتن مسئله نیست، بیاین و وام‌هایی رو ما به شما میدیم که درصد بالایی دارن و میتونین به این شکل وام رو دریافت بکنین و از این افزایش قیمتی که توی هاوسینگ مارکت داره اتفاق میفته استفاده بکنین. یکی دیگه از ابزارهایی که مردم ازش استفاده می‌کردن دریافت وام به حالت اینترست اونلی بود. توی این حالت یه فردی که می‌بینه توانایی پرداخت وام رو به طور کامل نداره، یعنی نمی‌تونه ماهانه هم از اصل پول و هم اینترست پول رو پرداخت کنه، وام رو با یه مقدار درصد بهره بالاتری دریافت می‌کنه ولی می‌تونه فقط اینترست رو ماهانه پرداخت بکنه. و از طرفی هم برای وام گیرنده خیلی مهم نبود، چون به این دنبال این بود که یه وامی رو بگیره، خونه ای رو بخره و بعد از چند ماه که خونه گرونتر شد اون رو به قیمت بالاتری بفروشه و میگفتش که من فقط به مدت چند ماه کافی هستش که توانایی اینو داشته باشم که اینترست رو پرداخت بکنم. بنابراین به این طریق در واقع چه مردم چه بانک ها اینوستمنت فرم ها همشون به دنبال این بودن که وارد بازار خرید و فروش مسکن بشن. خب ما هم میدونیم هیچ بازاری کشش این رو نداره که تا ابد بخواد حالت سعودی داشته باشه. از اولین سیگنال های نگران کننده تاریخ 17 نوامبر سال 2006 بود که یو اس کامرس دیپارتمنت گفت نیو هوم پرمیت هایی که توی اکتبر 2006 درخواست شده نسبت به سال قبل خودش 28% کاهش داشته. ولی اقتصاددان ها با بررسی این گفتن ما فکر نمی کنیم که این موضوع بتونه تاثیر کلی در اقتصاد آمریکا بذاره و از طرفی هم بهتر است که این اتفاق افتاده، یعنی بازار در واقع داغ مسکن داره متعادل میشه. آروم آروم قیمت خونه ها شروع کرد به کاهش پیدا کردن. کسایی که حالا به صورت اینترست اونلی بودن، کسایی که توجه نکرده بودن که اصلا میتونن این اینترست رو پرداخت بکنن ماهانه یا نه، توانایی باز پرداخت وام هاشون رو نداشتن و وقتی قیمت خونه پایین اومد دیدن از قیمتی که خریده خیلی پایین تر اومده و اصلا امکان فروش بالاتر نداره که اون سودی رو که مد نظرش بوده به دست بیاره، حالا این اینترستی هم که پرداخت کرده از دست رفته. بنابراین همه خب اکثریت
که بدون فکر این کار انجام داده بودن شروع کردن به استاپ کردن پیمنت های خودشون. اولین ساینی که فدرال ریزرو متوجه شد این بود که توی آگوست 2007 بانک ها گفتن که ما پول کافی برای فعالیت های روزمرهمون نداریم، چون مردم بازپرداخت وامشون رو نمیدن. ما هم در واقع به صورت سنگین تو این زمینه اینوستمنت انجام دادیم و حالا الان دوچار مشکل شدیم. فدرال ریزرو از اولین کارهایی که کرد این بود که اومد سابپرایم مورگیج های بانک ها رو ازشون خریداری کرد و به این حالت یه مقدار پول به اونها تزریق کرد تا بانک ها بتونن در واقع امورات روزمره خودشون رو بگذرونن و به این طرف در واقع سال 2007 رو به پایان رسوندن. ایندکس داو جونز توی ابتدای 2007 با عدد 12474 پوینت باز شده بود و انتهای 2007 با عدد 13264 پوینت بسته شد. یه مقداری مردم این احساس رو میکردن که حالا اتفاقهایی که داره میفته خیلی مطلوب نیست، ولی چیزی نبود که خیلی احساس خطر بود. با شروع سال 2008 ساین های بیشتری دیده شد، از جمله اینکه متوجه شدن که رشد جی پی دی داره کاهش پیدا میکنه. بانک بیر استرن که یک اینوستمنت بانک هست گفت که دچار کرایسیس شده و نیاز به کمک داره و فدرال ریزرو تصمیم گرفت که بهشون کمک های مالی انجام بده. بعد از اون دو تا ایجنسی که در واقع گاورمنت اسپانسرد هستن به اسم فنی می و فردریک مک که در زمینه های مورگج سکیوریتیز کار میکنن و رگولیشن های مربوط به اون، هر دوتاشون اعلام کردن که از نظر نقدینگی دوچار مشکل هستن و که باز هم فدرال ریزرو تصمیم گرفت که به اونها هم کمک بکنه تا بتونه جلوی تاثیر این موارد رو در اقتصاد آمریکا و در بازار بگیره. با اینکه این در واقع این موارد داشت پیش می اومد و این ساین ها بود، ولی هنوز داو جونز بالای 11000 پوینت. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا روز دوشنبه 15 سپتامبر سال 2008 لهمن برادرز که بزرگترین بانک اینوستمنت بانک توی آمریکا بود اعلام ورشکستگی کرد. لهمن برادرز جزو بزرگترین بانک‌های سرمایه‌گذاری در زمینه مورگیج توی آمریکا بود وقتی که این رشد قیمت توی آمریکا اتفاق افتاد برای در واقع هاوسینگ مارکت. لهمن برادرز تمام سرمایه خودش رو وارد این کار کرد و در ریسک رو در نظر نگرفت. وقتی که قیمت‌ها شروع به کاهش پیدا کرد و مردم نمیتونستن وام‌هاشون رو پس بدن، امکان هیچ گونه فعالیتی رو نداشتن چون اصلا نقدینگی براشون باقی نمونده بود و مجبور شدن که با اینکه اسست بسیار زیادی داشتن ولی اعلام ورشکستگی کنن. به دنبال اون شرکت‌های بسیار زیادی که اینوستمنتشون در زمینه مورگیج سکیوریتی های بود که توی مورگیج هستن شروع کردن که اعلام این رو بکنن که دچار کرایسیس شدن، از جمله شرکت بزرگ بیمه امریکن اینترنشنال گروپ AIG گفت که دچار کرایسیس شده. فدرال رزرو تصمیم گرفت که به اونها کمک کنه، یک بخشی از مورگیج بک سکیوریتی های اونها رو در واقع خریداری بکنه تا اونها نقدینگی داشته باشن. در روزهای بعد از اینکه لهمن برادرز اعلام ورشکستگی کرد، مانی مارکت که دچار پنیک شده بود حدود 196 بیلیون دلار افت قیمت پیدا کرد. در واقع شرکت‌ها و مردم پول‌هاشون رو، پول‌های اورنایت خودشون رو توی مانی مارکت می‌ذارن به عنوان پول نقد باشه. ولی وقتی که این افت قیمت توی حتی مانی مارکت هم اتفاق افتاد، شرکت‌ها پنیک کردن، پول خودشون رو از مانی مارکت بیرون کشیدن و سعی کردن که بجاش تریجری نوتس خریداری بکنن. بانک‌ها که خب به همدیگه اعتمادی هم نداشتن و فکر می‌کردن، هر بانکی فکر می‌کرد بانک دیگه سرمایه‌گذاری زیادی در زمینه‌های مرتبط با مورگیج کرده و احتمال اینکه در واقع بتونه نقدینگی خودش رو منیج بکنه نداره، عدد لیبور رو افزایش دادن، نرخش رو. لیبور در نرخ بهره‌ای هستش که بانک‌ها بر اساس اون نرخ بهره به همدیگه اورنایت پول قرض می‌دن.
و چون هیچ بانک ها هر کدوم فکر میکردن اون یکی اگر پول رو قرض بکنه توانایی پس دادن اون رو نداره، عدد اینترست ریت لیبور رو افزایش دادن. فدرال رزرو دوباره وارد کار شد، اومد به بانک ها پول تزریق کرد تا اونها بتونن با پولی که در واقع نوعی از پولی که فدرال رزرو داره بهشون میده بتونن وارد مانی مارکت بشن و یه مقدار پول نقد جذب کنن. ولی همین است شد که مردم فکر کنن که احتمالاً اوضاع خیلی خراب هستش که حالا دیگه فدرال رزرو داره به بانک‌های مختلف پول قرض میده، ولی هنوز باز هم به اون حالت پنیک که روش عملی انجام بدن نرسیده بودن، چون یک درخواست به کنگره رفته بود برای بیلات بانک‌ها که بتونن به بانک‌ها کمک کنن و همه منتظر نتیجه این بیلات بودن که توی تاریخ 29 سپتامبر 2008 کنگره اعلام کرد که این بیلات رو ریجکت کرده و باعث شد که همون روز داو جونز حدود 777 پوینت افت پیدا بکنه و همین باعث شد که دومینوی افت بازار و در واقع نرخ نزولی در مارکت های مختلف توی دنیا هم آغاز بشه، از جمله اینکه مارکت برزیل 10% افت پیدا کرد، توی لندن FTSE 53% کاهش پیدا کرد، قیمت طلا به 900 دلار بر اونس رسید و قیمت هر بشکه نفت 95 دلار شد. توی اکتبر 2008 کنگره گفتش که خب من ویلات را قبول کردم برای بانک ها، ولی دیگه خیلی دیر شده بود و همه دچار پنیک شده بودن و میخواستن تا جایی که میتونن خودشون رو در واقع از این وضعیت نجات بدن و کمترین ضرر رو داشته باشن. اکتبر لیبر دیپارتمنت اعلام کرد که در طول ماه سپتامبر 159,000 نفر کار خودشون رو از دست دادن. با اعلام این خبر داو جونز همون روز 800 پوینت دیگه افت پیدا کرد. فدرال رزرو توی جلسه که توی اکتبر داشت فدریت رو به 1% رسوند، ولی بانک ها لیبور رو به عدد 3.46 که عدد بسیار بالایی بود تبدیل کرد. در کل در طول ماه اکتبر داو جونز حدود 15% کاهش پیدا کرد. توی ماه نوامبر هم این روند ادامه پیدا کرد. اعلام شد که توی اکتبر 240,000 نفر کار خودشون از دست دادن. در دسامبر فدرال ریت خودشون رو فدریت رو به 0% رسوند، ولی با این حال در انتهای دسامبر 2008 داو جونز با عدد 8776 پوینت بسته شد، یعنی در طول سال 2008 حدود 34% ایندکس داو جونز کاهش پیدا کرد. این زمان مصادف هست با انتهای دوره ریاست جمهوری آقای بوش و اولین دوره ریاست جمهوری آقای اوباما. همراه با آقای اوباما یک تیم اقتصادی بسیار قوی به روی کار اومدن و مردم اعتماد زیادی در اون زمان به این تیم اقتصادی داشتن، ولی خبرهای بد انقدر زیاد بود و شرکت‌های مختلف ازشون خبرهایی میومد که ورشکست شدن و بانک‌ها هم همینطور. در نتیجه این باعث شد که تاریخ 5 مارچ 2009 داو جونز به پایین‌ترین قیمت خودش که عدد 6594.44 پوینت بود برسه. جمله کارهایی که آقای اوباما به کمک تیم اقتصادی خودش انجام داد برای اینکه بتونه جلوی روند نزولی مارکت رو بگیره این بود که American Recovery and Reinvestment Act رو توی 17 فوریه 2009 امضا کرد که بر اساس که به کمک استیمولس ها میخواستن کانزیومر اسپندینگ رو تحریک بکنن و به مردم امکان این رو بدن که بتونن بیشتر پول خرج بکنن و به این وسیله اعتماد مردم رو به اقتصاد و بازار رو جلب کنن. یه پروگرام دیگه برای شرکت ها داشتن به اسم Troubled Asset Relief Program TARP Funds که به شرکت هایی که ضربه خوردن در واقع Troubled Asset های اونها رو خریداری میکردن، یه مبلغی واقع نقدینگی این شرکت ها افزایش پیدا میکرد و به این شرکت ها کمک میکرد که اینها بتونن در واقع روی پای خودشون باشن. پولی که از بابت تارپ فاندز قرار بود هزینه بشه در 3 زمینه اصلی هزینه شد. بخش اول در جهت کاهش تکس بود که حدود 288 بیلیون دلار هزینه شد. بخش دوم برای Extended Unemployment Benefits, Education و Healthcare بود که حدود 224 بیلیون دلار در این زمینه هزینه کردند و سومی رو برای ایجاد کارهای جدید هزینه کردند که به صورت Federal Contracts
گرانتس و اند لونز بود که حدود 275 بیلیون دلار بود. کل کارهایی که در واقع تیم آقای اوباما انجام دادن باعث شد که جی پی دی شروع به افزایش بکنه. در کوارتر اول 2009 جی پی دی 6.7% کاهش داشت، در کوارتر دوم 0.7% کاهش داشت، ولی از کوارتر سوم 1.7% در کوارتر سه و در کوارتر چهار سال 2009 حدود 3.8% افزایش پیدا کرد. در نهایت داجونز که پایین ترین عدد خودش رو توی مارچ 2009 با حدود 6000 پوینت داشت، در 31 دسامبر 2009 با عدد 10423 پوینت بسته شد. در کل برنامه‌هایی که آقای اوباما داشتن باعث شد که جلوی روند نزولی مارکت گرفته بشه، اعتماد مردم نسبت به اقتصاد و مارکت برگرده. لزوما همه برنامه‌هاشون نتایج کاملا مثبتی رو نداشت. مثلا اون بخشی که توی تکس هزینه کرده بودن بیشتر به کسایی کمک می‌کرد که خب در واقع حقوق دارن بر دریافت می‌کنن و تکس کمتری پرداخت بکنن، ولی خانواده‌های بسیار زیادی بودن که کلا حقوق دریافت نمی‌کردن، کارشون از دست داده بودن، بنابراین کمکی که بابت تکس میشد به اون خانواده ها کمکی نمیکرد. از چیزهایی که در زمینه ایمپلمنت انجام دادن، تا آخر سال 2010 حدود 4 میلیون کار ایجاد کردن. روند خیلی خوبی داشت، ولی خب آن ایمپلمنت ریت رو پایین 9% نیاورد. دوستان عزیز، امیدوارم مطالبی که توی این ویدیو و دوتا ویدیوی قبلی براتون در خصوص اینکه چطوری یک سلسله از اتفاقات میتونه منجر به این بشه که مارکت کراش اتفاق بیفته و اینکه در نظر نگرفتن ریسک سرمایه گذاری و اینکه پورتفولیوی متنوع نداشتن چطور میتونه باعث ضررهای بسیار هنگفت برای حالا چه بانک ها، مؤسسه ها و یا مردم بشه. امیدوارم کل این مطالب برای شما مفید باشه و بتونه به شما کمک کنه که بتونین یک پورتفولیوی متنوعی رو برای خودتون داشته باشین و سعی بکنین ریسک مربوط به هر کدوم از سرمایه گذاری های خودتون رو در سکتور مربوطه در نظر بگیرید. و خوشحال میشم که هر نظری، انتقادی، پیشنهاداتی داشتین برای ما زیر این ویدیو بنویسید. ممنونم و روز خوبی داشته باشید. اگه میخواید تجربه متفاوت از مشاهده ویدیوهای کلی یوتیوب مارکت نیو داشته باشید، اگه میخواید از تازه ترین خبرها، تفسیرها، تصمیمات اداره خزانه داری آمریکا، تاثیراتش بر روی نرخ ارز، شاخص طلا و و و, و خبر داشته باشید، و اگرم میخواید یه نگاهی هم به بعضی خرید و فروش های ما داشته باشید، به کانال خصوصی یوتیوبی مارکت نیو بپیوندید. کافی این دکمه جوین رو بزنید و با نازل ترین قیمت به کلیپ خصوصی ما بپیوندید. همه چیش هم یوتیوب براتون هندل میکنه. لینک ویدیویی که توضیح میده که کلیپ خصوصی یوتیوبی مارکت نیو چی هست رو این بالا میذارم. اون ویدیو رو ببینید حتما، قشنگ مفصلا توضیح دادم که این کلیپ خصوصی چی هست، چه لولی داره، چه خدماتی رو میده. اگه بازم سوال دارید پای همین ویدیو به صورت کامنت بپرسید، حتما بچه‌ها کامنت‌های شما جواب میدن. کلیپ خصوصی مارکت نیو در انتظار شماست.